شما بیننده های عزیز تلویزیون HW به برنامه دیدار با مردم خوش آمدید. امیدوار هستم که همتون جور صحت و سلامت باشین. امروز در بامیان جشنی برپا شده تحت نام جشنواره دنبوره که در این جشنواره نیکوداش از فعالیت های آب مرزا صورت گرفت و در این جشنواره هنرمندان از ولایات مختلف افغانستان گرد هم آمدند و در اینجا هنرنمایی میکنند و مردم محلی بامیان استقبال گرمی از این جشنواره دارند و همچنان ما مهمانها و هموطنهای خود از گوشه و کنار افغانستان در بامیان داریم که در این جشنواره اشتراک دارند. چی خوب یک روزی از روزهاست امروز. امروز یک روز خوبی است که تجدید از آب مرزا است امروز. آبه مرزا در گرچی من در چشم ندیدیم و کدام اصلا سوابه که هم من پیدا ندونیستم در 52 سال این با مردمش تعلق دارم. مردمش اگر دیده مویسفیدا دیده خانوادهش زنده هست، اما اونا شاید در اینجا گست بالا سرش بالا شدید از آبه مرزا تجدید به عمل آمدن. ایران ما جنابی وادی سید میدونیم دیگه. آبه مرزا قوم و مردمی خوب دارد، مردمی بسیار همدل و همنوا دارد که آبه مرزای خود پیشنهاد کرده که باید جنابی وادی سید در بامیان از این تجدید بکنند. دیگه ما هم در آینده امید و آرزومندیم که همه مشکلات ما و شما و همدلی و همنوایی و یک رنگی و یک محبت و صمیمیت مشکل های ما شما داریم و یک رنگی پیش برد. Thank you.
Thank you.
بیننده های عزیز در کنار خود صدیقه مددگار را دارین که یکی از بانوان هنرمند افغانستان هستند. خانم مددگار سلام، شما رو به برنامه خوش آمدید. سلام، سلام خدمت شما، خدمت تمام کسایی که همین الان ما را میبینن. تشکر از اینکه آمدین به ما وقت گذاشتین. بفرمایید، در خدمت هستم. خانم مددگار، میشه برای ما بگین که شما محیط بامیان برای خانم ها چگونه میبینین؟ و ما دفعه اولم است که بامیان آمدم، آدمی دیدی اول مخصوصا در این جشنواره وقتی که حضور اما تو پر جنب و جوش خانم ها را دیدم بسیار خوش شدم. این نشان دهنده ایست که بانوان در ولایت بامیان بسیار دمی هر عرصه مخصوصا عرصه هنر بسیار فعال هستند. نام خدا مثل مثلا ولایت کابل تو زیاد فعالیت ندارن، ولی بامیان واقعا چشمگیر است و ما بسیار خوش هستم از اینکه دخترها در اینجا این قسم بدون قید، بدون کدام محدودیت به خواسته ها و آرزوه هایشان راحت میتونن دست پیدا کنن و بدون از اینکه به کدام مشکلی برسن به موفقیت میرسن. جای خوشحالی است. با وجود ای که دختر خانوما و خانوما نمیتونن در کابل یا در دیگر ولایت ها زیاد فعالیت بکنن، نظرتون در بامیان ای چگونه است که مثلا دختر خانوما چقدر پیشرفت کرده میتونن در بامیان؟ والا ما همی چیزی که دیدم مثلا در جشنواره گروپ های خیلی زیادی دعوت شده بود که همگیشان اکثرشان دختر بودن. وقتی که این قسم برنامه زیاد برگزار شود با این قسم فعالیت ها با اگه با این روند پیش بره، ما مطمئنم دخترها به زودترین فرصت به موفقیت دلخواهشان میرسن. ولی به بقیه ولایت ها به خاطر از یعنی مشکلات های چی میگه سنتی، یعنی سختگیری ها، یعنی فرهنگشان، این امکان برایشان مهیا نیست. ولی در بامیان این امکان هست که دخترها بتونن زود در زمینه پیشرفتشان را برای خودشان مهیا کنن، تشویق میشن، حمایت میشن و این امیر راز موفقیت است، راز موفقیت بانوان بامیان است. خب خانم مددگار، شما پارسال در ستاره افغان اشتراک داشتین. ما دختر خانمای زیادی داشتیم که در ستاره افغان اشتراک کردن و همچنان بعد از این که ستاره افغان به پایان رسیدن اونا کلن از صحنه خارج شدن، هیچ فعالیت هایی نکردن. شما در برنامه های شما در آینده چه قسم هستن؟ دقیقا می قضاوت من قبل از اینکه در ستاره افغان شرکت بکنم میکردم، میگفتم چرا دخترها همه ستاره ها، اصلا همه کسایی که شرکت نان در این برنامه، مخصوصا دختر بعد از یک ستاره افغان تمام میشن دیگه حضور ندارن، چرا کارهای هنریشان را به مردمشان تقدیم نمنن؟ مردمی که این همه اونا را حمایت نن، برایشون رای میدن. ولی الان که خودم در این شرایط قرار گرفتم، برای یک دختر مخصوصا در سه هنر بسیار سخت است، بسیار سخت است. یعنی اصلا وقتی وارد این دنیا میشی کلگی تو رو با چشم هنرمند نمیبینن، بعد دیگه دید میبینن، توقع های دیگه دارن. بسیار سخت است ای که کمپوز بگیری، ای که شعر داشته باشی، ای که یکی باشه که ایر برات ویدیو کلیپ کنه. یعنی بسیار شرایط محدود است. آدمایی که بتونن در این زمینه مثلا خودشان رو رشد میدن کسایی است که یا ارادهشان بسیار قوی است. خب بسیار قوی است، بسیار قوی است. ما انال فهمیدم که چرا این دخترها نیستن، به خاطر که مشکلات های خیلی زیاد است، بسیار. خانواده جدا، مردم جدا، خود می هنر جدا. امی آهنگ 4 دقیقه است، خود 3 دقیقه است، ولی این 3 دقیقه یک رقم مشکلاتی داره، یک رقم دردسر داره، یک هزینه خیلی بالایی در کار داره. از همین خاطر دخترها نمیتونن. ولی خودم ما به خاطر این هنر به مقابل خیلی آیستا شدم، مقابل خانواده، مقابل قوم، مقابل فامیلایم و ای استاد شدن ها را من هم میمانم که همونتو در باد فنا برم. من بخاطر ستاره افغان خیلی زور قربانی دادم، بالا که قربانی دادم نمیخوایم قربانی دادم حیف شنه. به همین خاطر به هنرم، به آوازخانیم، تن آواز خواندن ده این نیست که بیای سر استیج بخوانی، نست این نیست. هنر یک رسالت خیلی مقدس است که میتونی به نمایندگی از مردم باشی و امی چی بگم؟ اما درد دل مردم را یا بگم خوشی و خنده ایشان را به زبان آهنگ و موسیقی بیان کنی و من میخوام این انجام بدم که ببینیم چی میشه و هر اتفاقی میفته ما از این آرزویم دست کشیدنی نیستم. بله، انشاءالله به امید موفقیت های بیشترتان. خب خانم مددگار، در آخر میخوایم پیام شما را به بقیه بانوان افغانستان داشته باشیم. ما از همه کسایی که ما را میبینن مخصوصا بانوان عزیز ای خواهش، ای تقاضا را دارم، هر آن چیزی که ته دلتان است، هر آرزویی که در خواب و رویاهایش هستین، هر آن چیزی که لیاقتش دارین، دست ازش نکشین.
من مطمئنم وقتی شما بخواین اقدام کنین، خانواده، جامعه، مردم، فامیل، دوست، آشنا، هر آن کس همراهتون مخالفت نه، هیچ کس تشویقتان نم نه، این را باید داشته باشین. موفقیت این نیست که شما هیچ امون نتیجه های دلخواه مثبتتان را بگیرین. موفقیت ایست که شما از یک پله شکست به دیگه پله شکست بدون از یک امیدتان و ارادهتان از دست بدین و سوس شوه برین و بدون از اینکه هیچ گونه انرژی منفی در درونتان جای داشته باشه. موفقیت ایست. خب ما از همه بانوان میخواییم که اما آرزویی که دارین، چه هنر، چه سیاسی، چه ورزشی، هر چیزی است، دنبالش برین تا که به دستش نیاوردین پا پس نکشین، کم نیارین تا زمانی که امون نتیجه دلخواه مثبت و اون چیزی که شایستگیش دارین به دست بیارین. بسیار عالی، تشکر از شما. خواهش میکنم از شما. سلامت باشید. خب بنده های عزیز، این بود برنامه امروزی ما که تقدیم شما خوبان شد. تا برنامه بعدی، باز هم من اسما محمدی در خدمت شما قرار میگیرم. شما رو به خدای پاک و بی‌نیاز میسپارم. بغیر استان خوب و خوش.